اگر اعتقاد به این دارید که در این, در این مرحله ما میتونیم بدون تاییدیه داخلی و استعداد وسیع با آمریکا مذاکره کنیم یا اینکه مثلا از طریق لابی ها بتونیم اون را قانع کنیم آیا شما فکر میکنین که این موفق میشه من فقط یه دوره ای رو از تاریخ یاد حضرت علی میارم و اون عبارت از این است که وقتی که مصدق مجلس هفته هم رو تعطیل کرد و مرحوم آیت الله کاشانی ازشون فاصله گرفت و ایشون رفتن به آمریکا و آمریکایی دیدند دیدن که دست مصدق خالیه کودتا کردند و تمام این مجموعه ها رو از بین بردن و به همدل لا ملت ایران در 22 بهمن جوابشون رو داد شما شرایط فعلی رو چی میبینید؟ اینی که بدون تصحیح شرایط داخلی ما بریم و مذاکره کنیم مرتعد شماست یا خیر؟ خیلی, خیلی متشکرم یک دقیقه و سی و دو ثانیه جناب آقای دکتر محسن رضایی بله منم الان صحبت های آقای روحانی و آقای جلیلی رو که گوش میکردم با خودم میگفتم که الان من واقعا حرف بزنم یا حرف نزنم اگر حرف نزنم این ظلم به تصمیم گیری مردمه اگر حرف بزنم بالاخره اینا همه دوستان ما هستن اینا همه عزیزان ما هستن و بدون شک اگر من دولتی تشکیل بدم از همه دوستان استفاده میکنم اما اجازه بدید که من به سراحت حرفامو بزنم و این تجربه تاریخی خوبی هم هست حالا ننشینن فردا در آینده بگن اینا نشستن پتی همدیگه رو رو کردن نه چنین چی چیزی نیست این میز اتفاقا صداقت دولت مردان ایران رو با مردم داره نشون میده که مسائلی که داشتن دارن حرف میزنن و بعدم خود مردم جنبندی میکنن و لذا ما نباید بگیم چون حالا دشمنان یه سو استفاده میکنن حرف نزنیم یا اینکه مسئله دیگه ای در ذهنمون باش واقعیتش اینه که افراد و تفرید شده جناب آقای هیدری افراد و تفرید شده هم در زمان آقای جلیلی و هم در زمان آقای روحانی یعنی ما درست از جنگ جلوگیری کردیم اما آیا نمیتونستیم با یه باهای کمتر یعنی باید اینقدر ما عقب نشینی میکردیم یا در زمان آقای جلیلی ما بالاخره با سولانا رو 2700 تا سانتریفیوش توافق کرده بودیم اگر یه چیزی قراردادی درست کرده بودیم و اونو به یه نقطه توافقی میرسوندیم اگر بودی بودی. امروز هم 11 بند آقای دکتر لاریجانی توافق کرده بودن اگر اگر اون به یک قراردادی میرسید یه جا پاش محکم میشد بعد ادامه میدیم آیا بهتر نبود واقعش اینه که نظام که من کاملا توی جزئیات هستم چون هم خودم تو اون شورای عالی هسته ای بودم هم بعدا اخبار گزارشات به دستم رسید این افراط و تفریط ها از اون سیاست اصلی نظام دور بوده بله خب دوستان میرفتن رفتن چک میکردن من تمام جزیات رو میدونم. اما این افراط و تفریط باید پایان داده بشه حالا یعنی که گذشت گذشت سآل ما اینه که آیا ما میخوایم از گذشتهمون بدون کم و کاست دفاع کنیم؟ یعنی <تصفح> بگیم همه چیز درست بوده؟ خب اگه همه چیز درست بوده پس ما امروز نباید مشکلی داشته باشیم نباید ایبی داشته باشیم من میگم یه مقدارم دوستان اینطور خودشون رو حق مطلق بگن اشتباهات ما کجا بوده؟ بگن های ما کجا بوده؟ بالاخره ما سی و چار سال یه انقلاب تازه پا هستیم دیگه باید مرتب تجربه کنیم و صادقانه تجاربمون رو به گروه های بعد منتقل کنیم یا اگر خودمون دوباره خواستیم مسئولیتی بگیریم صادقانه اشتباهاتمون رو اعتراف کنیم من در دفاع جلیلی و آی روحانی یا دوستان دیگه که همشون دارن از خودشون دفاع میکنن بابا جون ما دفاع از خودمون نبا ترجیح بدیم به دفاع از نظام به دفاع از مردم برای ما الان مردم مهمن ما در یه شرایط خاصی هستیم من شک ندارم که به فضل پروردگار متعال با بسیج همه توانایی های ملت ایران میشه اقدامات بزرگ انجام داد مربوط مشروط به این که ما صداقت رو در پیش بگیریم اشکال نداره یه وقت اشتباه میکنیم صادقانه بگیم ما اشتباه کردیم خیلی متشکرم بفرمین خواهش میکنم بین حق و باطل راه رفتن معنیش میانه روی و دوری از افراط و تفرید نیست ببینید ما یه وقت یه موضوع حقیقتی داریم یک موضوع باطلی داریم اینکه کسی بیاد وسط اینا راه بره بگه که من دارم حد وسط را عمل میکنم این غلطه و اطلاعاتی هم که شما می فرمو... فرمودید از جمله موضوعی که فرمودید مبناش درست نیست اون زمان آقای لاریجانی بود رفتن معاون آقای لاریجانی و آقای سولانا به یک توافق رسیدن بعد آقای سولانا از زیرش و اون رو قبول نکرد یعنی میخوام بگم بر این مبنا ولی اون نکته شما کاملا درسته که ما باید ارزیابی کنیم نه باید مطلق یعنی در زمان کنیم شما هیچ اگر... اشتباهی نشده چرا من میگم اون مثالی که شما میزنید مال زمان آقای بود و درست نبود از سوی سولانا رد شد نه از سوی ایران و اونها این رو رد کردن خیلی ولی که ارزیابی داشته باشیم خیلی خوبه مرتب کاستی ها رو نگاه کنیم ایرادات رو بگیریم برطرف کنیم مخصوصا مال دوره خود بنده من. یه نکته من عرض کنم بفرمایید رضایی طوری صحبت میکنند که انگار همه ماها غیر مردمی هستیم یا من خودم رو میگم حالا ما به مردم توجه نداریم و فقط جناب ایشون قصه مردم رو میخورن من فکر میکنم ایشون هم قبول کنه همه ماها به فکر مردم برای مردمی که این حرفا رو میزنیم راه ها متفاوته و الا هدف همون حمایت از مردم و در واقع تأمین سعادت و رفاه مردم بله خیلی متشکرم بفرمایید بفرمایید بفرم. به هم ایراد گرفتن اشکال نداره اما ماهیت قضیه رو ندیدن خیلی اشتباه استعداد کشور برای مقابله با این همه مشکل به اندازه لازم و کافی تولید نشده من الان خدمت آقای دکتر روحانی میگم میگم کسی بودجه داری واردات زیاد داری مشکلات فراونی داری اینی که دشمن میشیند براتون نقشه میکشید هر کدوم رو به یه سمت میبرد و بعد بین هم اختلاف میاندازد این ناشی از یک عدم استعداد داخلی برای مقابله با این هاست روز من اون رو عرض کردم بالاخره شما ارزه هفت و به 3500 تومن رسوندید استعداد داخلتون ضعیف شده دشمن براتون تمع کرده چرا ما بیایم به این مسائل بپردازیم این مسائل تو دفتر تو وزارت خارجه است تو مذاکرات، اینجا محلی است که باید هر کسی استعداد خودش رو نشون بده که چگونه میتونه این استعداد بره بالاتر که دوره های بعد چون نه دشمن عوض میشه نه ملت ایران عوض میشه نه اشکالات برطرف میشه ولی تا وقتی که این مجموعه استعداد بالا نیاد شما دوچار کسری میشین در مقابله با خارجی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی بنده میخواستم تایید بکنم این صحبتی رو که آقای دکتر رضایی کردن آقای دکتر لاریجانی در مذاکراتشون با سلانا به جای خوبی رسیدند به همین حدودی که آقای دکتر رضایی فرمودند همین تعداد سانتریفیوژ رو توافق کردند اما اون اتفاقی که این وسط افتاد و بعد سونادا عقب نشینی کرد این بود که درست همزمان با اینکه آقای دکتر لاریجانی در اونجا داشتن با سولانا مذاکره می‌کردن یکی از مقامات بلند پایه اجرایی ما در نماز جمعه اعلام کرد که ما مذاکره هسته‌ای نمی‌کنیم بعد آقای سولانا اومد تلکس در مذاکرات بعدی تلکسی که از تهران مخابره شده بود به ایشون نشون داد گفتش که ببین اون کسی که مسئول اجرایی کشوره میگه ما مذاکره نمی کنیم به این ترتیب یک کارشکنی در کار آقای دکتر لاریجانی شد و مشابه این رو بنده در بعضی از کارهایی که در رابطه با سیاست خارجی داشتم این عرض می کنم خدمتون اگر فرصت شد بعدی. که معلوم بشه دشمن زمانی که تناقض در بین مسئولین ما میبینه و میبینه که یک کسی با زحمت مثل آقای لاریجانی واقعا زحمات زیادی روشون متحمل شد رفتن تا رسیدن به اونجا و ما بنده آش... میدونم و اطلاع دقیق دارم از این موضوع رسیدن به یه توافق و میشد که هسته ای رو از در اونجا حل کرد و یک مرتبه کسی در اینجا حرف دیگری زد برای اینکه اون کس یا افرادی که منتسب به ایشون بودن اونها در صحنه نبودن که بگویند که ما مسئله مسئله ای رو حل کردیم و الا آقای دکتر لاریجانی حل کرده بود و مشابه همین قضیه بر ما هم اتفاق افتاده بود که من بعدا عرض می‌کنم بسیار, بسیار متشکرم عرض کنم این اطلاعاتی که شما فرمودید درست نیست حالا <تصفح> حالا هر چی که ما میگوییم آقای دکتر <تصفح> میفرماید که این که اون که ایشون میگن بنده اطلاع دقیق دارم که این درسته و مشابه رو. همین رو هم در مورد خود من اتفاق افتاد که بعدا خواهم همون موضوع ده. که شما درباره باری خودتون فرمودید رو باز من اطلاعات کاملتر شد بیان خواهم کرد بالاخره مردم هم قضاوت میکنه بله عدم انسجام داخلی تکیه آدمها ها به بل. گروه های سیاسی و سوء استفاده از مقام های مختلف کشور رو به اینجا رسونده که ملاحظه میفرمان. شخصیت شخصیت‌های مختلف با تکیه به دیدگاه های خودشون بله؟ و حمایت های اجتماعی مکتسبه دارند به تمام منافع ملت ضربه میدن خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر روحانی سه دقیقه وقت شما اون نکته ای که آقای دکتر گفتن راجع به مسئله کت خدا سوال این بود پرسیده بودن از من که آیا مذاکره با آمریکا راحت تره یا مذاکره با اروپا من گفتم مذاکره با آمریکا راحتتر از اروپا است چون اروپایی‌ها یک کت خدا دارم باید برن اجازه بگیرن مرتب ما بریم با همون کت خدای اونا مذاکره کنیم راحتتره. عین این جملات من هست نوارش هم وجود داره حضرت هایی لابود از بعضی از سایت های مغرز این جمله رو گرفتی این که آقای دکتر جلیلی گفتن توجه کنید آقای البراده بحث سه کشوری که مطرحه اونی که من گفتم بحث ممانعت از جنگ مال سال 82 ه این نکته ای که شما خوندید مال سال 84 یعنی آخرین پیشنهاد اروپایی ها. اونجا آقای البرادی میگه من متاسفم که سه کشور راه بازاریا رو انتخاب کردن راه چانزنی را و اون چه میخواستن یک مرتبه ارائه ندادن و گفتن ما در مراحل بعد میخوایم ارائه بدیم به خاطر اینکه دولت تازه عوض شده بود تون ترین جواب رو هم ما به اون پیشنهاد دادیم و قبل از اینکه پیشنهاد اروپا برسه ما دستور راه اندازی اصفهان رو صادر کرده بودیم نامش هم با آژانس نوشته بودیم بنابراین این تاریخ ها قاطی نشه اون یکیش بحث سال 82 این یکی بحث سال 84 ه. تو کتابم من به طور مفصل توضیح دادم اما از آقای دکتر غالیباف خیلی من تعجب بکنم دیگه حالا آمدن مثلا درست رقابت که ما باید رقابت کنیم همه با هم ولی نه اینجوری ببینید آقای دکتر غالیباف اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید اونجا بحث این بود شما میگفتید دانشجو بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم ما میگفتیم راه این نیست راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیایم اینها رو دستگیر بکنیم راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن تظاهرات کنن مبدا معلوم باشه انتها معلوم باشه و از اون بالاتر من راجع به چند کلانتری تهران به شما گزارش دادم گفتم بعضی اینجوریه شما چی به من جواب دادید من نمیخوام اینجا بازگو کنم دیگه